همراهان خوبم سلام، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. امروز میخوایم در مورد پورنوگرافی آسیب هایی که داره توضیح خیلی کلی بدم، ولی در مورد اعتیاد به پورنوگرافی ته چند هفته آینده به صورت یه ویدئوی جداگونه صحبت میکنم، چون مبحثش خیلی گسترده تر هستش و کلا مبحث پورنوگرافی گسترده است. ولی حالا پورنوگرافی چیه؟ وابستگی فرد به مشاهده فیلم های پورن و پورنوگرافی میکرد، یعنی اینکه فرد تماشای و گرایش بیشتری به مشاهده تصاویر و فیلم های حاوی روابط جنسی داره که عموما در مردها بیشتر هستش. البته پژوهش‌ها نشون میده که در طی دهه اخیر تعداد بیشتری از خانم‌ها اقدام به دیدن فیلم پورن کردن که تقریبا 10 برابر شده و نشون میده که فقط مردها نیستن که از دیدن این نوع فیلم‌ها لذت میبرن. اما نکته مهمی که هست اینه که تحقیقات باز نشون دادن که فیلم‌های پورن نه تنها تأثیر مثبتی بر روابط جنسی به ویژه بر جوان‌ها نداشته، بلکه اثرات منفی بر اعتماد به نفس جنسی اونها میذاره و به مرور زمان سطح برانگیختگی جنسی رو بالا میبره که در نتیجه در مقابلش با پارتنرش احساس بیمیلی میکنه. چرا که فیلم های پورن، باید بدونید که فیلم های پورن مثل تمام فیلم های دیگه واقعیت نداشته و اشخاصی که توی این فیلم ها بازی میکنن هم هنرپیشه هستن. به همین دلیل کسانی انتخاب میشن که ویژگی های خاصی داشته باشن، مثل زیبایی، خوش اندامی یا توانمندی های خاص جنسی. به طور کلی کسایی که فیلم های پورن تماشا میکنن دچار یک سری مشکلات میشن، از جمله این که اول اینکه خودشون رو با این هنرپیشه ها مقایسه میکنن، در نتیجه از خودشون و توانمندی های جنسیشون ناامید میشن. مثلا از اینکه آلت تناسلیشون به مانند هنرپیشه‌های این فیلم نیست دچار خودکمبینی میشن، یا اینکه انتظار دارن که مثل اونها ساعت‌ها رابطه جنسی داشته باشن بدون اینکه انزال رو تجربه کنن. ولی از یک نکته مهمی رو که ازش غافل میشن اینه که پشت صحنه این فیلم هست. چرا که این فیلم ها مثل فیلم های دیگه بارها قطع میشه، چون اون بازیگر دیگه توان ادامه رابطه رو نداشته. البته این حالا به غیر از اون داروهایی هستش که اونها مصرف میکنن که توانمندی های جنسی خودشون رو فوق‌العاده نشون بدن. یه عامل دیگه‌ای که هست اینه که معمولا افراد شریک جنسی خودشون رو، حالا چه مرد چه زن فرقی نداره، با اون بازیگر و هنرپیشه مقایسه میکنن و باعث ناخشنودی از شریکشون میشه. چرا؟ چون نمیتونن مثل اونها از خودشون رفتارهای جنسی خاصی رو نشون بدن، پس به مرور زمان رابطه جنسیشون دچار رخوت و سردی میشه. به همین دلایل تقریبا گفته میشه که نتیجه پورنوگرافی نه تنها گریبان خود فرد رو نمیگیره، بلکه شریک جنسی اون رو از لحاظ روانی، اجتماعی و جنسی در هم میشکنه. یکی از دلایل اشتباه و عمده‌ای که افراد به سمت پورنوگرافی میرن برای افزایش میل جنسی هستش، که این شاید توی کوتاه مدت میل جنسی رو افزایش بده، اما بعد از چند مدت زوجین دیگه بدون تماشای فیلم پورن نمیتونن رابطه برقرار کنن و تحریک پذیرشون کمتر میشه. یکی از عوارض جدی دیگه‌ای که تماشای پورن در مردها به وجود میاره دیر انزالی هستش. چرا که یه تصوراتی و یه فانتزی هایی دارن تو ذهنشون با تماشای اون فیلم ها، و وقتی که اون رو با شریک جنسشون مقایسه میکنن دیگه نمیتونن ادامه بدن و به انزال برسن. و در زنها هم تجربه آنورگاسمیه. چرا؟ چون این تصور درشون به وجود میاد که تجربه اورگاسم با مردی هستش که طول آلت مثلا بلندتری داره. در نتیجه این دلیلی میشه برای اورگاسم نشدنشون. در اینجاست که ما میتونیم به بدآموزی های جدی فیلم پورن پی ببریم. پس باید بدونید که پورنوگرافی یک صنعته که داره تلاش میکنه که رفتارهای انحرافی جنسی رو به تصویر بکشه که افراد نباید از اونها الگو برداری کنن. ممنون از اینکه با من همراه هستید. لطفاً مثل همیشه نظراتتون رو با من در میون بذارید.